سلام جانم سرکار. سلام. تموم شد؟ بله. متشکرم. این شرح تمام واقع است؟ بله. چیزی از قلم نیفتاده؟ نه خیر، همه چیزو نوشتم. شما به درخواست پدرتون بود یا اراده شخصی خودتون که میخواستین زندگی حاج آقای فتوحی رو از هم بپاشه؟ پدرم میخواست از این موقعیت سوء استفاده کنه و از فتوحی ها انتقام بگیره، ولی من فقط شرایطی برای پیرمرد گذاشتم که منصرف بشه، همین. البته بعدم نمیومد که اون کارا رو بکنه، چون خانواده‌اش تا جایی که میتونستن منو تحقیر کردن، مخصوصا جلال فتوحی. به اون پسره حسابدارتون آقای فرزاد سعیدی چقدر مشکوکی؟ با اون حال و روزی که اون شب داشت نمیدونم، به هر حال اون انگیزه لازم رو برای قتل داشته. اگر من به شما بگم که در صحنه قتل دو نفر حضور داشتن، به نظر شما اون نفر دوم چی میتونه باشه؟ دو نفر؟ بله، درست شنیدی. آقای فرزاد سعیدی و اون یکی؟ نمیتونم تا 24 ساعت دیگه فقط. خب نه، این جرمونو با کم آورده. آخه مگه خر ما خمان لغت زده؟ قربون شکلت برم، زیر این نعمت نمیدم. هم مثل اینکه تو خریدار نیستی، قربونت برم خریدار نیستی. خدافظ. آره مال تو 24 ساعت مال تو داده. خدافظ. جلال جون، ما یه دنه رو چسبوندیم داداش، تو چه کردی؟ قربونت برم، شما نمیخواد تلفن رادیو بزنی، همین الان بپر برو بانک، یه صورت وضعیت بگیر ببین چه خبره. پولای نقد خودم فردا صبح میگیرم، یه سرم بپر برو کلونتری. اونجا باشی واسه خنده؟ یه خورده بخندی، حالا اون بده. بابا برو اونجا ببین چه خبره، سرگرد ملکپور داره چیکار میکنه، پرونده کجاست، کی به کیه. بابا برو دیگه، هوشم وای نصف اینجا. عصبی نشو جلالتون، نریز به هم، من رفتم. بجو موشنگ، بجو حرف نزن. الو جونم، بابایی باز که داری گریه میکنی بسرم؟ آخه جلال برات بمیره واسه چی گریه میکنی؟ دارم میام جلال و کفن کردی، دارم میام. آخه یه قدم دو قدم نیست که قربون شکل ماهیت برم. جون بابا گریه نکن، من خودم الان دم به بغزم. آره قربون چشات برم. آره مامان کجاست؟ امیر حسین جونم به ناهید نگی من دارم میام. خب گریه هم نکن، همه خوبن قربون چشات برم، قربون نشکات برم، همه خوبن. برشون کن بابا، اینا نون و نمک رو میذارم رو پاشون، وقتی بلند میشن نون و نمک میریزه. همشون نامردن بابا، همشون زن و مردم ندارن. نه بابا چیزی نیست، خوبم بشونه بابا. حالا کی باید تحویلش بگیریم؟ کی باید خاک بسپاریم؟ کی براش مراسم بگیریم؟ چند روز دیگه باید صبر کنیم، فعلا کاری از دستمون بر نمیاد. خدا لعنت کنه قاتلشو، وقتی پیدا شد رضایت نمیدی، نمیذارم خونه بهرامم پایمال بشه. تا قاتلشو برای دار نبینم آروم نمیشینم، هیچ فکر نمیگردم داغشو ببینم. کاش من مرده بودم.
کاش اقلکم دیدمونمش قبل از مردن. تو نزاشتی، تو نزاشتی، تو میدونستی کجاست، نزاشتی ببینمش. عزیز تو منو سوزوندی، تو به من بد کردی عزیزتی. خدا بیشتر از این آزارم نده. به خدا اگه بهتون نگفتم برای این بود که برا از حال خودتون رو بکنم. خودت، من دو سه روز دیگه زحمت رو کم میکنم، یه جایی برای خودم تهیه کردم. بهتری مادر؟ سلام آقا جون. علیکم السلام. بهتر شدی بابا؟ آره خوبم. آقا جون. چیه بابا؟ مامان نباید بفهمه ها. مامان نباید بفهمه. آرومتر خواهش میکنم. چی شده؟ آقا جون تو رو خدا محکم باشی، خودتون رو کنترل کنید، منو پشیمون نکنید. این حرفا چیه میزنی؟ چی شده؟ چند روزه با خودم میجنگم، شبا خوابم نمیبر، دیگه نمیتونم این حرف رو نگردم. تا چشام میبندم به هم صورت پر از خونش رو تصور میکنم. لا اله الا الله، تو منو جون به سر کردی؟ چی شده؟ حرف بزن ببینم. آقا جون من قاتل و قاتل؟ یعنی فرزاد سعیدی قاتل. آقا جون بیچاره شدی، بدبخت شدی. چرا بابا جون؟ تو رو خدا مامان نفهمه. تو رو خدا فقط الان مامان نفهمه. چی من نباید بفهمم؟ چی این چند روزه تو دلت به من نگفتی؟ همش به خاطر آقا جون بود، باعث تمام بدبختی های ما یارو شایگان بود. شایگان؟ اگه پلیس مخفی کارشو پیدا کرده بود الان همه چی تموم شده بود. من پیداش کردم آقا جون، من خونهشو پیدا کردم. موسی بن جعفر، تو چی کار کردی؟ این پسر گناهی نداره، من قاتلو میشناسم. تو چی داری میگی؟ اینا رو از کجا میگی؟ فرکن ببینم مادر جون، تو چی دیدی؟ کجا بودی؟ تو را خدا مادر جون، هیچی، من هیچی ندیدم. نترس عزیزم، نترس، من اینجام. بگو خودتو خلاص کن. خانم شما بی برو بذار بچه حرفشو بزنه. بچم چند روز خواب و خوراک نداره. مادر جون به مادرت بگو، به من بگو عزیزم. صدای شکستن سر شایگان هنوز تو سرم، صورتش پر از خون شده بود، تا چشامو میبندم به نظرم میاد. آخه کی این بدبختو کشت؟ کی مادر؟ بش جلال. یا فاطمه زهرا، چرا؟ جلال گفت باید به خاطر آقا جون و مامان یه کاری بکنه، درس و مشق و کنکور رو بذار کنار رو را بیفت دنبال این پسر حسابدارو هستی. چند روز دنبالشون بودم تا اینکه تو قبرستون یارو شایگان دخترش پیدا کردم. جلال گفت تمومه، یارو شایگان و مخفیگاهشو پیدا میکنیم و به پلیس میگیم، اون وقت نقشه دختره لو میره و
آقا جون از این مخمصه میاریم بیرون، دوباره زندگیمون میشه مثل اولش. شایگانو تو قبرستون پیدا کردم و یه لحظه غفلت دوباره گم شد. داداش گفت پسره رو ول نکن، فرزادو شبی که همه رو دعوت کرده بود این خونه، پسره رو از باشگاه تعقیب کردم. عروسی نزدیک، ما هم هیچ کاری نکردیم. راستی خوشدیب، کارت عروسی برات کجا بفرستم؟ آدرسم اینجاست. بین راه دو سه بار ماشین عوض کرد، کم کم داشت هوا تاریک می شود. سایه به سایش رفتم تا جاده ساوه. بیشتر از یه ساعت تو تاریکی کمین نشستم. خواستم برگردم که یه دفعه در خونه باز شد و به سر عصبانی و سراسیمه اومد بیرون و رفت. هرچی شماره جلال رو گرفتم اشغال بود. خواستم میگم چی کار کنم، نمیدونستم دنبال پسره برم یا برگردم خونه. رفتم زنگ در خونه شایگان رو زدم ولی خبری نشد. چند تا سنگ زدم به شیشه خونش، الو داداش. الو جونم. منم سینا. حرفتو بزن. خودشه داداش، خود یارو که تو قبرستون بود. تو مطمئنی؟ همونجا باش تا من بیام. همونجا باش اومدم. زیاد به مغزتون فشار نیارین، داره حل میشن بچی. خیالتون تخت. ما رفتیم. بایسته ببینم جلال کجا داری میری؟ دارم میرم تمامش کنم آج خانم. جلال اومد. گفتم داداش بهتره در بزنیم، گفت نه ممکنه بزنه به چاک. با
برو بالا، از دیوار برو بالا. بازی جناب آقای شایگان پارسال دوست امسال آشنا با اجازه که این وقت شب اومدی خونه من اجازه؟ از کی تا حالا مرده ها اذن دخول میدن واسه فاتحه خونی ها؟ به به نمایشگاه عکس خانوادگی هم کرا انداختین از دیوار پریدیم سر زده قهوه تو که زدی ریختی اقل یه چیک آب بده برسیم تو حلقومون آب اینجا آلوده است آب معدنی هم نداریم را تو بکش برو این الان چیکار میکنی؟ پلیس رو خبر میکنی؟ آره؟ سینا بله زنگ بزن 110 بگو سگدونی بهرام شایگان رو پیدا کردیم ای به چشم نه پسرم نمیخواد بزنی بهش بگو نگیره چرا داداش؟ زنگ بزنیم تو پلیس بیان ببرن زندان دیگه حرف گوش کن سینا من کار دارم با این مردک ادب داشته باش ادب؟ اجازه؟ زندگی خانواده رو ریختی به همدیگه انتظار داری حرفامو کادو کنم بهت بدم؟ تو منو نابود کردی چیکارت کردم که نابود شدی؟ برشکستم کردی کارخونمو تعطیل کردی کارگرامو بیکار کردی من کردم؟ بدبختی و خریت تنگ همدیگه چسبیدن چقدر بهت پیغون فرستادم چقدر بهت گفتم یه سفره وازه تو هم بیا بشین یه گوشش چه قیمتی؟ قیمتشو من و تو قرار نبود پرداخت کنیم دیگرون پرداخت میکردن تو رو چه به فضولی؟ من نون حروم از گلوم حروم؟ ببر صدا تو مردی که شارلاتان نون عروم نه که الان داری از عرق جبین و کد گمینت نون میخوری دختر تو هول داری تو زندگی یه خانواده با اشمه و کرشمه نون حلال تو کاست بذارن آقای شایگان این حرفا دیگه ریش داره برده اگه تو با این دوز و کلک ها بخوای نون حلال بخوری من نون تو خون میزنم میخورم اون دختره بیش دروت حرف بزن پشت سر دختر من چه؟ جلو روش میگم جلو روت میگم غیرتی میشی واسه من اگه یه بار دیگه از ناموس من حرف بزنی ناموس ناموس دوستی باریکلا باریکلا آقای ناموس دوست پس لابد خبر نداری برو بیرون بچه نمیخواد منو بفرستی دنبال نخود سیاه من همه چیو میدونم آقای شایگان دختر شما بابای منو فریب داده زندگیمونو به هم زده پدر من به خاطر هستی شما زندگیمونو به چی داری میگی سینا جون این خودش اوستای بازیه خودش تو صندوق با عروسکاش بیرون اون دختره اون پسر حساب دارت ای خدا آتیش میگیرم وقتی تو حرف از غیرت و شرف و ناموس میزنی ای خدا من همه چیمو دادم مگه چیزی هم داشتی؟ آره داشتم تو ازم گرفتی پسرمو زنمون
من زندگی دخترمو به خاطر جنگیدن با خانواده تو تباه کردم. از پسری که دوستش داشت جداش کردم. اینه یه موشدوم تو میگیرم میکنم تو لفتونی. آره؟ من زورم به تو نرسید پسراجی. تو در حق خانواده من جنایت کردی. ای کاش جنایت کرده بودم. کاش جنایت کرده بودم شایگان. میدونی چقدر چک وصول نشده داشتم که پدرم به خاطر نجات تو همه رو لاشه کرد. میدونی به خاطر نقشه هایی که تو چیدی چجوری دستم و تو حنا گذاشتی. میدونی چه معامله هایی رو از دست دادم. میدونی اعتبارم پیش پدرم از دست رفت. میدونی؟ میفهمی پدرم به خاطر انسانیت این کارا رو کرد. میفهمی این چیزا رو؟ به خاطر انسانیت؟ نه، اون پیر کفتار برای دختر من. اسم پدر منو میخوای ببری؟ دهن تو آب نکشی، دهن من تو همینجا خورد میکنم. جوری میگه بابای من انگار عارف طیب و طاهره. اونم یه کسافتی عین تو. کسافت به کاری کسافت حالته. دستت بکشی جف بیشترم. مادر نزاییده کسی به پدر من حرفی بزنه. مادرشو به ازاش میشونم. آقای شایگان، آقای شایگان، داداش تکون نمیخوره. ها بابا خودشو زده به مشمردگی. نفسم نمیکشه. کشتیش. آقای شایگان بکردم. آقای شایگان قربونت برم، غلط کردم. پاشو من غلط بکنم چه کار اجرا بذارم؟ به مرگ امیر حسینم اجرا نمیذارم. پاشو آقای شایگان، کارخونه را مصالحه میکنیم. تو رو روح پسرت بلند شو. آقای شایگان تو رو روح پسرت دارم بهت میگم بلند شو. شایگان من این کاره نیستم نوکر. پاشو سینم بایسا بلند شو بایسا. دست به هیچی نمیزنی. چرا اومدی اینجا؟ ها؟ تو برو خونه سینا. از خودت چی؟
میخوای چی کار کنی؟ میگم بیا بریم خونه، کافی با آقا جون بگیم، خودش یه کاری میکنه. شایگان بیگناه بود. آره؟ من دارم برای بدبختی های خودم گریه میکنم سیمه جون. برو. گوش کن سینا، ببین همین الان میپری پشت ماشین میری خونه، تو را به هوشنگ زنگ میزنی میگی از داداش دلالم خبر ندارم، انگار که اصلا منو نهیدی. سینا جون قربونت برم، یه وقت از نهنت نپرا. ببین منو داداشت آدم کشته، خب جایی چیزی نگی، به هیچ کسی چی نمیگی، خب من خودم هم بیرم. بیا بریم، برو گریه نکن، برو خفیشم، برو دبارا دیگه. وقتی به شما فوش داد جلال عصبانی شد، به خدا نمیخواست بکشتش، نمیخواست بکشتش. مدرکی ندارم، داداش همه رو پاک کرد، داداش جلال همه رو پاک کرد. سینا بهتون گفت آره من کشتمش آقا جون، ولی به جان امیر حسینم قصدشو نداشتم، یه حرفایی زد عصبانیم کرد گلاویز شدیم. شنیدیم میگن یارو میره کلا بیاره سر آورد، حکایت منه، مرد آقا جون، دستم به خونش آلوده شد، انگار بسته شدن پرونده بهرام شایگان تو تاله نحس جلال فتویی بوده. تازه الان میفهمم که راست میگم،
راست میگن از هر چی که بدت بیاد سرت میاد. من که از کشتن مرغ فراری بودم، حالا خونه آدمی زاد گردنمه. من که از طلاق توی خانواده متنفر بودم، حالا دوتا دوتاشو دارم میبینم. خب من چی کرده بودم؟ چه عذابی دارم میکشم توی این چند وقت؟ آقا جون حالم بده، خستم، از تو داغونم، دارم عذاب میکشم آجی. کاشی نبودم. همین دیگه، از بچگی از گفتن کلمه کاشی و خدایا کاشی متنفر بودم. حالا به جای خدایا شکرت روزی صد هزار بار میگم خدایا کاشی کاشی کاشی. جلال خودتو به پلیس معرفی کن. چی؟ خون ریخته قاتل رو رسوا میکنه. 30 سالم که فرار کنی عاقبت تو چنگی. برو بگو من کشتمش. شوخی میکنی دیگه جوانا؟ خودم کمکت میکنم، بهترین وکیلا رو برات میگیرم، هرچی دارم خرج میکنم برات رضایت میگیرم. برم بگم من قاتلم؟ دستی دستی خودم بندازم با آتیش؟ آخه یه بیچاره دیگه داره تقاص کاری رو که تو کردی پس میده، این انصاف نیست؟ اون وقت انصاف اینه که من برم هلفتونی؟ اون بیچاره که اون توه نه پول داره نه اعتبار نه پدری مثل من. اگر اون توه حتما یه کاری کرده بیگناهیشو ثابت کنه بیاد بیرون، کی به من رحم کرد که من رحم کنم آقا جون؟ پسر تو مروت و انصاف بکنم فراج آقا. من نمیتونم ببینم یه بیگناه رو بیگناه. من نمیتونم ببینم تو زنده ای جلال. بیگناه کدومه؟ یارو مجرمه آج آقا. هیچ کس نمیدونه من آدم کشتم جز شما و اون سینای دهنلق. آقا جون 4 روز دهنتون رو نگه دارین، من رفتم. رفتی؟ کجا؟ میرم سراغ امیر حسین، میرم سراغ اون زنی که گند زده به زندگیم، گندشو پاک کنم. تو خودت گند زدی به شما دیگه. لطفاً آج آقا صحبت نکن، من حرفم زدم. معلومه چی میخواییم بگین؟ همش حرف حرف حرف. بسته دیگه آج آقا. بابا من هیکلم پر کثافته، آره دست من به خون آلوده است، اما چی میخواییم بگین؟ چجوری میخوایی منو درست کنین؟ چه فوتی تو آستین داری که پف کنین تو صورتم خوب بشم؟ اگه میبین... هر کسی میوه درخت خودشو میخوره. آره حاج یونس، من میوه درخت تو هم. بچش بخور. نفهمیدم من چه کوتاهی در مورد شماها کردم؟ من گفتم مال مردم رو بخورین؟ من گفتم ثروت نابش رو کم کن؟ نزول بده، نزول بخور، رشوه بده، با اون شوهر خواهر بی همه چیزت واسطه کار قاچاق شو؟ من گفتم تو خودت کشرو بودی، کج کار بودی، زنتو فرستادی دنبال نخوتیا که اینجا هر غلطی دلت میخواد بکنی. بس کن دیگه، بس کن بی مرام لاعبانی. شما راست میگی آج آقا، تو هیچ کدوم از این کارها رو نگفتی من بکنم، ولی من تو دم و دستگاهی شما دیدم که شما یه دروغ گفتی و یه استغفار کردی. من شاگرد کودنم یه روز دروغ گفتم استغفار، یه هفته و یه ماه و یه سال بی استغفار. حالا آخرش من از خون در میرم، ولی شما چی؟ نمیذارم بری. مجبوری. گوشتو میگیرم میبرم تحویلت میدم، بچه بیگناه مردم آزاد میکنم. زنگ میزنم میکنم. بفرمایید. زنگ بزنیم بیام منو دار بزنم به جهنم. بذارید خونوادتون از هم بپاشه به درک. اما آج آقا فکر اینجاشو کردی اگر پسر آزاد بشه و بیگناهیش ثابت بشه و دخترم بفهمه که قاتل پدرش پسر حاج یونس چی میشه؟ برای همیشه مرغ از قفس پریده. اونی که الان تو زندانه بیاد بیرون همونی که صاف تو اجلی دختر است. حاجی شما دیگه چرا معامله سه سر سه سوخت میکنی؟ شما که عمری کاسب بودین. قربون شکلت برم، کارخونه رو که شیشتونگ به نام دختره زدی رفت، پسرم که بیگناه آزاد میشه، حاجی یونس فتوحی هم چون پسرش قاتله اخی میشه. پس این وسط چه اتفاقی میفته آجی؟ شما باختین، مامانو که از دست دادی، حداقل این مامان کوچولو رو دریاب. حیفه.
شب وقت داره جلو. 9 شب. اگه خودتو معرفی نکنی به ملک پور زنگ بزن. میشه خدا رو